در کانادا در واقع حوزه رای گیری وجود نداره، دولت کانادا اجازه نداد در مورد اینکه صندوق رای رو جمهوری اسلامی اونجا بذاره. کسایی که میخوان برن رای بدن کجا هستن، چیکار میکنن؟ آیا ایرانی ها اعتراض کردن به این قضیه؟ ایرانی های مخالف جمهوری اسلامی آیا اعتراضی داشتن یا نه؟ بله کوروش، همونطوری که اشاره کردی، خب کانادا اجازه برگزاری رأی‌گیری در کانادا رو نداده. حالا کانادا کشور متفاوتی شده، علاوه بر این که روابط دیپلماتیک خودش رو با جمهوری اسلامی قطع کرده، سپاه پاسداران هم در لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار داده و خب اجازه هم نداده که این در واقع رأی‌گیری حکومتی بخواد در خاکش برقرار بشه. همین اجازه ندادن باعث واکنش‌هایی هم شده. تهان نظیف سخنگو یه شورای نگهبان گفته ما متاسفیم که هموطنان ما در کشور کانادا از حق رأی دادن محروم هستند. همینطور آقای احمد وحیدی وزیر کشور گفته کانادا با وجود اینکه شعار حقوق بشر میده، نپذیرفته که هموطنان ما از حق رأی خود استفاده بکنند. کوروش، واکنش های دیگه هم وجود داشته، ولی نکته اینجاست جمهوری اسلامی ادعا کرده تعداد کثیری از ایرانیان ساکن کانادا خواستن که در حوزه رأی گیری در کانادا وجود داشته باشه و دولت کانادا این اجازه رو نداده. من در بسیاری از فضاهای مجازی که در کانادا وجود داره حضور داشتم، پرسجو کردم، هیچ پتیشنی یا هیچ عکس العملی از ایرانی هایی که به زعم جمهوری اسلامی میخواستن رأی بدن ما شاهدش نبودیم. حتی هیچ اعتراضی هم از موافقین جمهوری اسلامی که بخوان در این انتخابات شرکت بکنن نداشتیم. اگر حالا ایرانیان بخوان در این انتخابات شرکت بکنن، باید از جایی مثل تورنتو باید 200 کیلومتر برن، در واقع به شهر بوفالو در آمریکا برسن، اونجا رأی رو بدن و برگردن. یعنی چیزی حدود 4 ساعت از وقت خودشون رو دست کم باید بذارن که در این رأی گیری شرکت بکنن. در مورد این نقض حقوق بشر، جمهوری اسلامی گفته که کانادا نقض حقوق بشر کرده در عدم اجازه به برقراری حوزه‌های رأی گیری. در کنار من دکتر رضا مریدی وزیر سابق علوم و فناوری در دولت استانی اونتاریو هست. دکتر مریدی، جمهوری اسلامی گفته که کانادا نقض حقوق بشر کرده که اجازه نداده صندوق‌های رأی‌گیری وجود داشته باشه در خاک کانادا. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی موجه هست که در مورد نقض حقوق بشر صحبت بکنه؟ به هیچ وجه جناب رهبری. جمهوری اسلامی که از روز اولی که در ایران حکومت رو به دست گرفت حقوق بشر رو نقض کرد، با اون دادگاه ها، با اون اعدام های پشت مدرسه، پشت بام مدرسه علوی، و بعدم حالا زیاد بود از این داستان ها، کشتار دهه 68 در زندان های جمهوری اسلامی در تابستان سال 1988 که یکی از این قضات مرگ آقای پور محمدی یکی از کاندیداهای این انتخابات است. جمهوری اسلامی به هیچ وقت صلاحیت این رو نداره که در مورد نقض حقوق بشر در کانادا اظهار نظر بکنه. این حق کانادا هست و اولین بارم نیست که کانادا اجازه نداد رژیم جمهوری اسلامی در کانادا صندوق رای بگذاره. در انتخابات قبلی هم همینطور بوده، این انتخابات هم همینطور هست و ایرانیان کانادا هم، اصولا ایرانیان در همه جای دنیا که بیش از 8 میلیون هستند، اینها به خاطر نقض حقوق بشر در ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی از مملکتشون فراری داده شدن، از مملکتشون مهاجرت کردن، در اقصی نقاط دنیا پخش شدن. واقعا خنده داره که رژیم جمهوری اسلامی بیاد کانادا رو متهم کنه به نقض حقوق بشر، رژیمی که هر لحظه حقوق انسانها رو در ایران داره نقض میکنه، اون وقت که همچه ادعایی بکنه. ممنون از شما دکتر مریدی، وزیر سابق علوم و فناوری در دولت استانی اونتاریو. کوروش، باید اشاره بکنم خب از سال 2012 روابط بین ایران و کانادا قطع شده، آخرین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود، در 3 دست کم انتخابات و حالا 4 هستیم که انتخابات در کانادا برگزار نمیشه. سال 2013 حسن روحانی، 2017 دوباره حسن روحانی و 2021 ابراهیم رئیسی انتخاب شده بود و حالا برای جانشینی ابراهیم رئیسی هم یعنی دست کم 4 انتخابات رو اجازه نداده کانادا که در این خاکش حوزه‌های رأی‌گیری برگزار بشه. کوروش، در قسمت پایان هم باید اشاره بکنم که در سال‌های گذشته کسانی که از عاشقان جمهوری اسلامی محسوب می‌شدند سعی می‌کردند که علناً تبلیغ بکنن، اتوبوس‌هایی رو اجاره بکنن
بکنن و یک تور برگزار بکنن، همین مسیر رو برن از تورنتو یا از مونترال که شهرهایی که عمدتا در شرق کانادا هستن، اینها برن و خودشون رو به بوفالو برسونن، اونجا رأی بدن. ولی میبینیم که دست کم در سال 2021 و الان در 2024 یک همچین اقدامی نمیبینیم، همچین تبلیغاتی رو نمیبینیم، که خب این رو باید مرهون تلاش مخالفین جمهوری اسلامی در کانادا دونست که با اعتراض‌های پی در پی و ارتباطشون با دولت در واقع اجازه ندادن که کانادا صندوق رأی رو در خاکش داشته باشه. کوروش